سلام بچه ها، خیلی خوش برگشتیم مکان خودتون. آنایتا هستم به همراه فرزاد. بریم سراغ یه موقع هایی یک از داداشم محمد رضا شاهی. اگر جنگ خواهی و خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن، بگو تا سوار آورم زابلی، که باشن با خنجر کابلی، بر این رزگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، ببینی تگاپوی آویختن. خیلی خوش اومدید به مدبس کانال خودتون و ترکه مقایی از محمد رضا شایه داداش من فیتی که با تیدهی داشته. ما یه مقایی دور رفته بودیم ولی یک جا مونده بود که خیلی درخواست دادین که این نرفتین و جا مونده، گفتیم امروز بهش بپردازیم. از یوتیوب خود شایه گوش خواهیم کرد. برو بریم. چه صدای بارونی در تابستان. آقا میکس و مستر شروین رادفر. شروین رادفر که از بچه‌هایی که با راک هم گفتم کار میکنه و اتفاقا خیلی تعجب کردم که چرا اون کار چرسی رو اونجوری میکس و مسترش بد نبود، یعنی اصلا هیچ تذکری نداده بود. موزیک پروداکشن آرمان تزاد و کاور آرت من صالح کریمی. چه قبل از که وارد شدیم چه فضاسازی که یه فضای سرد و به نظرم خیلی فضای تنهایی بود. کاور آرت هم دقیقا اینو داره میگه. آره اونم دقیقا یه نفری که خودش تنهاش با سایش و یه جای آره سرد بیروح یه همچه چیزی بود. این رنگی که از خاکستری دولرانسی که از خاکستری به مشکم هست اینو تداعی میکنه و دقیقا این سروی کارم همین بود. یه موقعی هست که حال هیچی نی، میذاری پیش بیاد جای پیش بینی، هرچی هر جوری باشه گیر میدی و به چشم میاد حتی داف ویترینیش. ترجیح به خواب جا بیدار بودن جا دویدن، ترجیح باشه پات رو هم مثل اینا نیستی که تو کافه آرومن و اصلا واسط اندز دال رام بوده. منم نمیخواستم اینجوری چکه، گاهی وقتا خوب میرونی پیست کوچیکته، اونی هم که باش فاز پیاده روی داری میاد و تو جیبات هرچی نیست بو میکشه. شایدم من سخت میگیرم، شایدم من دست با هرکی میدم اینه. تو اول ببین من چی میگم، بعد اگه حق نبود من نمیگم دیگه. خواستم مثل خودم باشم همین، رومو کم کردم تو مرد باشم همین. همه دیدن از همه عکس و لملی، گاهی نه آشتی میکنی نه قهر و ولدی. صدا چکه ی آب میاد و دلت یه شیشف و خواب میخواد و یه نفر که وایس پا تای بابا کی میفهمه حال ما را. چقدر حال ما رو آخه چه باحال. چقدر همون دقیقا ما یه موقعی دور رو داریم قبل اون بوده گوش نکرده بودیم ولی دقیقا همون وای با همون فضا همون آدم است. و چقدر منم دلم یه شیشفم خواب میخواد. شیشفم خواب نه من نیستم. شیشفم تنهایی دوست دارم تو طبیعتا ولی شیشفم خواب نیستم. چقدر حال من این روزا اینجوری دوست داشتم. میگه که گاهی وقتا خوب میرونی پیست کوچیکه. پیس کوچیکته، یعنی خیلی باحال، یعنی تو بلدی راه تو ولی اونجا برات حرفه‌ای تو کار خودت فضات بسته. آره. دست و پات بسته محدودی. آره اینجا شغل است دقیقاً. خواب میخواد یه نفر که وایس پا تای بابا کی میفهمه حال ما را. یه موقع یه سوال چینی نه اول هر سدن نه اول پیش بینی، فقط دوست داری کام پیپ بگیری و حتی یه مسیر صاف و پر پیچ میبینی. کام پیپ پیپی زمانی قدیم ندیم زیاد میکشیدن ولی اصلا خوب نیست نکشیم زبان داغو میشه. فقط دوست داری کام پیپ بگیری و حتی یه چیز جالب میدونستی نیکوتینی که تو پیپ از زبان جذب میشه؟ نه. چون تو پیپا که تو نمیتونی بیده تو که اصلا ریگت رو میترکنه،
از زبان جذب میشه. به خاطر همین در طولانی مدت متاسفانه شاید دچار سرطان زبان میشه. میدونی؟ نه، باید در آموزهای انفرادی. اینا رو میگم براتون. میگم براتون. چشم. اصلا بچه ها دیگه کانرا آنها را افتاده ها. میتونی برین سابش کنی. ساب کنی فعلا. آزشو میذاری. تا بعد ویدیو شما. چینی نهول حرف زدن نهول پیش بینی، فقط دوست داری کام پیپ بگیری و حتی یه مسیر صاف و پر پیچ میبینی. دل تنگ واسه کیه خودت، هر کی هم بیاد بازم نمیشن خودت. از اونایی که فولتو بگیرم پره و مهم نی اگه روزی بپیچن دوره دو. فقط میمونی تا بگذره امورات، بهتر از اینه بیجا بشکنه غرورت. میگم مسئله رو کش نره تو روزات، حتی اگه ریرن تو اعصاب و تو روحت. دوباره چشاتو بستی تو لاک، کم خرجی پولات، جای تفری تو جات. لش کنی با این که میتونی وایسی رو پات، پشت ماسکی یه نسیمم ساختی کولاک. ببین تیده خوب بودم ولی فلوش خیلی یه نواخت بود به نظرم. حتی کوتاه بود، خیلی کوتاه بود حالا، ولی یه فلوسوی چیز نه. البته قرار نیست همیشه مثلا تو فلوسویش داشته باشی، ولی به نظرم میتونست بهتر بشه. با همه اوکی جز خوده، نمیفهمی چطوری صبح شده، انگار هیچ آپشنی نیست حالت خوب کنه، انگار خدا این دفعه. این فلویی که شایرش میخونه رو خیلی دوست دارم، انگار نشسته جلوت داره با سوال میکنه. دقیقاً مثلا نیشخنده رو میذاره، خب یه نیشخندی هم مثلا میذاره، یاد مثلا تلخیه میفتید در وسط تعریف میکنه، اصلا قشنگ انگار نشسته جلوم داره حرف میزنه. نمیفهمی چطوری صبح شده، انگاه هیچ آپشنی نیست حالتو خوب کنه، انگاه خدا این دفعه نمیرسه خوب موقع. به هیچ کاری نمیکشه حوصله، سیم که خونه میشه پر صرف و جواب همه کجایی ها میشه خونه هم وزا طوریه، نداری حال خودت مثلا، نه اونقدر خسته ای ببری، نه اونقدر انگیزه برای ادامه. هر روز میگی یه روز خوب یه روز دیگه، از در میری از سر جا سر صداه، مثل یه نمودار خطی رویت دور تو نگاه میبینی، هر کی یه وری رفر کدوم رفیقات یه حرکتی زد، اما تو هنوز ول محتلی از نگاه های من نیدار بریدی. هر کی هر چی میگه میگی، هر چی تو میگی، اصلا کشه چه بحث و موده این طوری نی، کار شما هم به ما میفته طوری نی. تا اینجاش رفت خب باقیش هم میره، ما که سر شدی بعد از این حالا هر چیه تا الان. این حالا دوی موقعی تو هم هست چون اونو از این گرفته ولی برای تو جذاب. آره دیگه، چون اون قسمت مورد علاقه تو بود دقیقا. همین خوب باشه، پس اون ریفرنس این بوده، ما نمیدونستیم اون موقع. تا اینجاش رفت خب باقیش هم میره، ما که سر شدی بعد از این حالا هر چیه تا الان، که هر جا را داره رفتیمش، ولی خب یه موقعی مخه درگیره. آقا موزیک رو میبینی چقدر این لاین ها سر جاشه، چند لاین خوب داره تو اون سردی فضا، این پیانو خیلی به کار میاد. ببین حتی مثلا لاین بیس داره، میدونی تو رپ ها خیلی وقت من که بیس نمیشم، ولی ببین یه تکر. خب این فکر کنم که همین تحصیلات شیرین راتفر دیگه، بیس خیلی سازه باله و نوازنده خیلی شعور بالایی میخواد زدنش، در صورتی که خیلی ها مثلا اگه نوازن یعنی موزیک حرفه‌ای دنبال نمی‌کنه اصلا ارزش برش قائل نیست. به نظر من شنیدنش هم گوش موسیقیای خوبی می‌خواد، هر کسی صدای بیس رو نمی‌شناسه اصلا، تشخیص بعضی موقع نمیدن چه سازیه. خیلی خوب مثلا تو فکر کن کلیف بورتون تو متالیکا، خدا رحمتش کنه، که از بیسیست مورد علاقه من بود که قبل جیسون نیوستد میزد، چقدر این شور موسیقی داشت، مثلا فور هوم ده بل تولز این با گیتار بیس نوشته بوده اول. اصلا پشمان آدم میزه آقا اونا کجا ما کجا واقعا. اوه پاس از درانت میرفت Thank you.
تو اصلا فکر کن که شیرین آدفر این کارو میکسم از داره نکرده اصلا نگه میشه اشنگ پر رنگه اشنگ میبینی؟ امضای ریزی زده بود تو آترو بازورم صدایی باز اون فضا سازیه و بارون خیلی جالبه کارهایی که پرودوس میکنه جعفری که اول یه چیزی واقعا راجبش بگم نمیدونم بعضی از دور میشنم که باش مشکل دارم من نمیدونم چرا ولی نمیدونم با بعضی کاری اتفاقا جزم ندید کسایی بودی که بایش خدا شک اصلا یکی از همچه مشکلات ما حل کرد اصلا یکی از مشتیکترین کسایی بودی که به واسطه این هشمایی که ما داریم کار میکنیم باش ارتباط گرفتیم همیشه پیگیر بوده همیشه کار رو حل کرده و چقدرم آدم محترمه من خیلی واقعا دوستش دارم و همجا مگه ویدیو رو میبینه که سلام میفرستم برش کارهایی که جعفری پرودوس میکنه خیلی کلینه روش حساسیت به خرج میده بعد تیمی که داره مثلا شروین رادفر حالا شروین رادفر که میدونی دیگه شهریار دوست تو اینا خیلی اصلا میدونی از قبا پدرو موجود اینا از کسایی بودن که تو راک و اینا خیلی کار میکردن و تیمی که داره یه تیمی که حرفه‌ای هن میدونی قرار نیست یعنی میکس خونگی ما نداریم نه. یا هر کسی میکس کنه ما نداریم نه یه کسی که تجربه تو استودیو سالها داره این کار داره انجام میده موزیسیانه که میاره خیلی سازها رو به نظر میرسه که توی سری موزیکا زنده میگیرن و این خیلی کار با ارزشه که اینجوری این سانده اینجوری صدا داره میده یعنی انقدر حساسی که این اتفاقه میفته و اینجوری میشه که بعد تو میبینی سراغ مثلا مهراد هیدن هم میره سراغ جعفری بعد میبینی که ونتونز هم بچه های ونتونز هم میان سراغ جعفری سامان ویلسون هم میاد و این نشون میده که این آدم کارشو بلده نمیخوام تعریف علیکی کنم چیزی که میبینم یعنی این آدم واقعا پرودوسره و خودش هم چند روز چند وقت پیشه گذاشته بود که چقدر جالب بود چندین استوری گذاشته بود تعریف پرودوسر چه تو واقعا تو ایران نمیدونم مثلا من فکر میکنم پرودوسر نشسته حالا میگه هم بقیه مثلا آلبوم بلک متالیکا که سال 91 اومد که همه ایرانی دیگه ناتینگ از مادرز میشناسن یعنی اونایی که ابی هم گوش میکنن تو سلکشنش دارن اونو دارن آره آقا اون درسته اون بند متالیکا قوله ولی تاثیرات باب راک و تمام منتقده راک میدونن که چه پرودوسی کرد تو اون آلبوم که اگه اشتباه کنم با گانز ان روزز هم کار میکرد با کار نه منظور میگم که این مهره ها خیلی ارزشمندن تو موسیقی تو خب این... ایران کمتر شناخته شده است ولی تو وقتی نگاه میکنی یکی که داره تو این نقش کار میکنه موزیکاش میشنوی میبینی چقدر خوبه ولی خب متاسفانه توی ایران یه خود یعنی پرداخت نمیشه بهشون نقششون کمرنگه به چشم نمیان به خاطر این که فکر میکنم به خاطر همه فکر میکنم مدیر برنامه یعنی اطلاعات و آگاهی در مورد این داستانی حتی تو سینما هم توی هالیوود هستن که بزرگترین صنعت سینمایی دنیاست پرودوسرها کلیدی ترین نقش رو دارن توی ساخت یک فیلم خیلی مهمه یعنی حتی شاید در حد یک کارگردان تاثیرگذارن تو ساخت اون فیلم و در مورد موسیقی هم همین داستانه دقیقاً همینطوره و یه نکته دیگه آخرم خواستم بگم خیلی اومدی راجع چرسی گفتیم که چرا هیت کردیم اولا ما هیت نکردیم و ما نقد کردیم اینجا میخوام اینو بگم اگر یه نفری میخواد یه روزی راک کار کنه اشکالی نداره ولی به نظرم اگه یه پرودوسر که به راک کار بلده این داستان تو راکو میشناسه کنارش باشه بعد اون اثر نمیذاره بدی بیرون تو و این نقشو من منظورم اینه داستان سر داستان چرسی هم حالا کاری به خود آمادگی چرسی نداره وگرنه من اصلا با چرسی من تو هیچ مشکلی نداری پرودوسری کنارش بود که ایرادای کارشو میگرفت حداقل در نسخه نهایی که بیرون میمد اون ایرادا رفع میشد یا اصلا بهش میگه آقا نکنین وگرنه میکس و مستر اونجا هم شروین رادفر بود دیگه من به خاطر این دارم این نکته رو میگم این اتفاق شاید نمیافتاد شاید خیلی کم رنگ بود شاید ایرادا خیلی ریز میشد پرودوسر اون بالا سر بود و آقای شروین رادفر اینا اینجوری میکسن اصلا نکن وایسمو برداشته دوباره آره این اصلا نشد
بچه ها تقدیم شما امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفا کامنت کنید نظراتون رو. من آنایتا، اگه تازه با ما آشنا شد یا ما رو ساب نرین از من سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال میشه، ویدیو جدید ما رو دست نمیدید. آدرس سوشال میدیوم اینجاست که من آنا رو اونجا حمایت کنید. در انتها امیدوارم از هر جای دنیای ویدیو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کلی رفقای مشتی درستون رو پر کرد، شب و روز لکچری داشته باشی. خدافظ.